سلام خدمت دوستان عزیز، دوستان وقتتون بخیر باشه. امروز در مورد طرح صیانت از فضای مجازی میخوایم صحبت کنیم که اگر اجرایی بشه چه تبعاتی برای کاربران در داخل ایران خواهد داشت. آقای تبریزی، من سلام دارم خدمتتون. اگر صحبتی دارید در مقدم بفرمایید تا بریم سوال دوستان. بله، من فقط میتونم از لحاظ تکنیکی یکم در این مورد برای شما صحبت بکنم. در حقیقت میشه گفت خلاصه این طرحی که داده شده اینه که به شرکت هایی که در فضای مجازی فعالیت میکنن، به زبان ساده میشه گفت که بهشون میگن بیاین با ما، به ما کمک کنید، شنود کنیم و اطلاعات کاربران رو به دست بگیریم، ولی اجازه فعالیت بهتون در ایران رو نمیدیم. یعنی اجازه فعالیت نمیدیم که فقط میتونن قطع بکنن، فیلتر کنن و کار دیگه از دستشون بر نمیاد. در صورت تصویب و عملی شدن رو همچین طرحی، حالا چه تغییراتی توی شبکه‌های اجتماعی مثلا حاصل میشه؟ حالا من برفرض در مورد گوگل یا در مورد اینستاگرام، آیا واقعا فیلتر میشه یا اصلا به کلی قرار اینها مسدود بشه؟ حالا در هر دو حالت آیا راهی هستش که مثلا کاربرا بتونن این وضعیت رو دورش بذارن و استفاده کنن مجدد از این شبکه‌ها؟ بله، ببینید که دو تا چیز دیگه، مثل یکی این که مثلا خب ما دیدیم تو آبان 98 این شبکه ملی در حقیقت تست شد. خب چجوری تست شد؟ یعنی که یک کشور بتونه مثلا تراکنش های مالیش و یا چیزایی که مسائل اداری و این چیزاست بدون اینکه وصل به اینترنت بین المللی باشه رو بتونه حل و فصل کنه، بتونه اینا رو در حقیقت بدون مشکل انجام بده. خب این کار رو کرد، این کار رو توی آبان 98 کرد و این تست شد که در حقیقت اینا میتونن اینترنت بین‌المللی رو قطع بکنن. تا حدود 95% رو قطع کردن، 5% بود که اونم حتما برای مصارف خودشون بوده. برای همین بستگی داره که واقعا چه جوری بشه. اینترنت از مسیر درست شده، مسیرهای مختلفی هستند که به قول معروف هر 1000 تا مسیر به روم ختم میشه و اون مسیر شاهرگ اصلیش اگه بسته بشه، یعنی یه سری بشه مثل کره شمالی، و اون خب خیلی سخته. یعنی فقط میشه فرض کنیم با همین اینترنت های ماهواره‌ای که دیگه به پرووایدر زمینی احتیاج نداره و شما مستقیم با ماهواره در تماسین، یا فرض کنیم با تلفن های با سیستم های دایل اپ که قدیم با مودما استفاده میشد، دیگه میره توی این سیستما. خب البته خدا رو شکر تکنولوژی داره پیشرفت میکنه و ما خیلی خیلی نزدیکیم به اینترنت ماهواره‌ای، نه تنها استارلینک بلکه چه شرکت های دیگه ای هم که دارن میان. یعنی اگر هم یه همچی اتفاق بیفته، یعنی واقعا اینترنت رو قطع بکنن، خب اونجا خیلی مشکل خواهد شد. ولی اگه موضوع فیلتر باشه، خب فیلتر رو مثلا همیشه میشه ازش دور زد، فیلتر رو همیشه میشه دور زد. من یه سوالی داشتم، اگر خاطرتون باشه زمانی که جنبش سبز مطرح شده بود و در ایران جریان داشت، خانم هیلاری کلینتون یک بحثی مطرح کرد تحت عنوان اینترنت چمدانی، و اینطور که من اون موقع یادم هست میگفتن که قراره یه تجهیزاتی شبیه چمدان در اطراف ایران در واقع نصب بشه و اینها در واقع بردشون بسیار زیاد هست و حتی تا مرکز ایران هم میاد. حالا خودم هم یه تحقیقی کردم توی اینترنت، یه اطلاعات مختصری گرفتم، ظاهرا این توی اتریش اولین بار تست شده و یک آنتن‌های مخصوصی داره که در واقع مثل دکل مخابراتی عمل میکنن، اما بسیار نفوذشون در واقع به لحاظ عمق بسیار شگفت انگیز هستش. من می‌خواستم ببینم آیا چنین طرحی حالا چه از سوی دولت‌های خارجی و یا حتی ایرانیان متمولی که در خارج از کشور هستن در واقع شدنی است که این کار انجام بشه؟ بله، می‌دونید مشکل با اینترنت اینه که شما نه تنها بگید به فرستنده احتیاج دارین، خب می‌تونید یه فرستنده قوی بذارین و خب اطلاعاتو، ولی خب با اینترنت شما هم گیرنده باید داشته باشین هم فرستنده. یعنی شما وقتی مثلا از توی یک وبسایت یه چیزی رو می‌خواید، باید یه چیزی رو بفرستین که یه چیزی رو بگیرین، تحویل بگیرین. این قضیه ویدیو اینترنت چمدانی یا مثلا همین توشه، اینا در حقیقت یک سری اطلاعات از پیش انتخاب شده فراهم میکنن و اینا از طریق
ماهواره یا این آنتنایی که شما گفتین مثلا میشه اینا رو به اقصا نقاط دنیا فرستاد که اینا دریافت بشن و به صورت آفلاین در حقیقت توشون فرض کنید اخبار و اینجور چیزها رو شما بگین. شما الان همین کار رو میتونین با خیلی از ماهواره های تلویزیونی بکنین که در حقیقت اطلاعات رو از طریق یک کانال مخصوص وارد ریسیورتون میشه و تبدیل به دیتا میشه و اونا رو شما میتونید استفاده کنید. ولی استفاده ببخشید جناب علیرضا شرمندم میان کلامتون، اینطور که من شنیدم این در واقع اینترنت چمدانی دقیقا مثل این دکلای مخابراتی عمل میکنه، یعنی هیچ فرستنده خاصی نمیخواد و کاملا آنلاین هستش. متوجه هستم دوست عزیز. ببینید شما فرض کنین یه دکل مخابراتی میذارین توی مرز ترکیه، خب این تا مرکز ایران تا خود یزدم شعاع داره میتونه بفرسته. خب اون کس که توی یزدم باید مثلا اینو بفرسته که به این دکل بفرسته که من مثلا الان میخوام برم یوتیوب دیگه، اینو چجوری بفرسته؟ خب معمولا اینترنت های ماهواره ای چند نوع، یعنی شما از لندلاین استفاده میکنین، یعنی از خطوط تلفنی استفاده میکنین که بینا به مرکز زمینیشون در حقیقت میفرستین من الان میخوام برم یوتیوب مثلا، و اون قاطی دیتاهای دیگه ای که از طریق این آنتنا یا ماهواره در حقیقت داره پخش میشه اینم به شما میفرسته. یعنی اون آنتن هر چقدر هم قوی باشه، هر چقدر مثل آنتن رادیویی عمل میکنه، این باید هم بتونه از شما بگیره، مثلا در شما باید یه فرستنده ای داشته باشین که بتونین مثلا اگه تو یزد هستین به این آنتن یه سی بفرستین که این به شما یه سی بفرسته، مگر اینکه این آنتن به شما داده هایی که از قبل ذخیره شده و تهیه شده مثل اخبار روز که مثلا یه جاهایی هستن که واقعا دیگه این اخبار بهشون نمیرسه از طریق رسانه رادیو یا هر چیزی که دیتا باید بهشون برسه از این استفاده میکنن. ولی خب الان تکنولوژی به حدی رسیده که شما میتونین مثلا مثل همین استارلینک شما میتونین مستقیم با ماهواره در تماس باشین با یه آنتن خیلی کوچیک، یعنی وقتی شما استارلینک رو استفاده بخواید بکنین اما آنتنتون هم گیرنده است هم فرستنده است، به همین خاطر این امکان پذیره و الان هم میگم هستش فرستنده های روی ماهواره های مختلف هستن که این کارو میکنن دیتا میفرستن، ولی این رفت و برگشت نیست، فقط شما دریافت. آقای رونقی، این در مورد طرح سیانت از فضای مجازی که خب بیشتر هدفش اینه که در حقیقت هر محتوایی که رد و بدل میشه این رو مانیتور بکنه، بعد اصلا این آیا همچین چیزی عملیاتی شدنش امکان پذیر هستش یا اصلا کلا نظرتون در این مورد چیه؟ مهمتر از خود طرح سیانت شبکه ملی اطلاعاته، یعنی بستری که منجر به این شده که این طرح اصلا جامعه عمل بهش پوشون بشه. یعنی اگر این طرح الان توی مجلس داره طرح میشه به خاطر اینه که پشتونه اجرایی داره که اسم شبکه ملی اطلاعاته و اگر قراره که اجرا بشه که احتمالش از نظر ما خیلی زیاده از این طریق اجرا خواهد شد و اینکه بگیم شدنی نیست و نمیتونن و نمیکننم به نظر من خیلی خوشبینانه است. از حکومت هر چیزی که فکر کنیم برمیاد تو این حوزه‌م باز نیاز باشه، یعنی نیازی که هست الان هست داره تو خوزستان اتفاق میفته، داره توی سراوان اتفاق افتاد و تو آبان 98 هم اتفاق افتاد. اگر نیاز باشه تو چه شرایطی باز این کارو خواهد کرد، ولی چیزی که پیش رو خواهیم داشت محدودتر شدن دسترسی به اینترنت و به شکلی طبقاتی شدن اینترنت. این چیزیه که از ماها یا شاید هم پیش راحت گفت از سالها پیش قابل پیش بینی بود، یعنی وقتی 98 یه سری اینترنت‌ها رو جدا کردن به اسم خبرنگار، یه سری اینترنت رو جدا کردم به اسم فعال سیاسی و حتی سیم کارتایی رو تعریف کردن که برای دانشجوها و دانش آموزا بود. خب قابل پیش بینی بود که چنین چیزی رو توی طولانی مدت اجرا خواهند کرد، برای اینکه در واقع صحبت های خامنه ای توی این مقوله به کرسی بشونن که اینترنت رو کامل در اختیار خودشون داشته باشن، کنترل کنن هر شکلی از در واقع گردش اطلاعات زیر نظر خود حکومت انجام بشه. آره این اتفاق میفته و دور از دسترس هم به نظرم برای حکومت نیست چون کاملا زیر ساختش مهیا شده.
من سوالم این بود که در مورد احراز هویت کاربران بود که آیا این هم عملی هستش، یعنی میتونن تمامی کاربرانی که حالا قرار فعالیت بکنن تو شبکه های مثل حالا اینستاگرام، خود در حال حاضر فیلتر نیستش، از خود اینستاگرام مثال میزنم، آیا همچین چیزی ممکن هستش یا نه؟ ببینید بحث اینکه احراز هویت داره همین الان اتفاق میفته، اینکه ما از این احراز هویت میخوایم به کجا برسیم این مهمه. اگر بحث بر سر شبکه های اجتماعیه که خارج از ایران هم مثل اینستاگرام، تلگرام و امثال اینها، خب هیچ موقع تو اون شبکه ها احراز هویت اتفاق نمیفته، ولی بحث وقتی که بر بستر خود شبکه ملی اطلاعاته، بر بستر خود در واقع راه‌های ارتباطی داخل ایرانه، این اتفاق داره میفته. شما همین الان هر یعنی این پروژه بوده که تو دولت روحانی بهش جامعه عمل خوشوندن دیگه. شما من به عنوان یه شخص الان گوشی میخرم، گوشی باید ثبت شده باشه به نام من میخوام اینترنت داشته باشم، من میخوام سیم کارت داشته باشم، هر نوع در واقع شما تبادلی، هر نوع لوازم الکترونیکی، حتی حرفش بود که یه 3-4 ماه پیش هم بحثش پیش اومد که تبلت ها و لپتاپ ها هم باید مثل گوشه تلفن در واقع شناسایی و احراز هویت بشه. این بخشی از این داره انجام میشه و حالا این رو میخوان کجا و به چه شکل استفاده کنن ازش بیشتر به نظرم باید روش بحث کرد، وگرنه سر اجراش که داره اجرا میشه به صورت خیلی نامحسوس هم داره اجرا میشه. و این چیزی که حداقل بچه‌ای که تو این حوزه خیلی تحقیق کردن بحث بر سر اینه که اگر الان توی خوزستان اینترنت قطع ولی بقیه نقاط دارن، این در واقع فیلترینگ به قطعی اینترنت به صورت نقطه به نقطه است. این رو برسونم به فرد، یعنی وقتی که نیاز من حسین رونقی اینترنت نداشته باشم، همین رو برای من توی تمام سرویسی که دارم قطع کنن، یعنی تمام دستگاهی که من دارم به اسمم ثبت شده، تمام خط و خطوطی که من توی اینترنت یا توی تلفن همراه استفاده میکنم همین کار رو بکنن و این در نهایت خروجیش این خواهد بود و انتهاش به یه فیلتر خیلی به نظر من فیلتری مثل همین فایروال چین خواهد بود که در واقع همه چیز رو از اون عبور بدن، یعنی متوجه بشن چیه چی نیست. طرحی که تو ذهنشونه اینه و واقعا هم نمیشه. من حرفی که امروز خیلی ما خواستیم بزنیم این بود که این نباید محدود بشه به این که بگیم که مجلس تندو اومده داره این کارو میکنه، مجلس نمیدونم اصولگراها داره میکنه. نه، تصمیم حاکمیتی دولت روحانی زیرساختش رو مهیا کرده، تمام کارهاش انجام شده تقریبا میشه گفت و این همه مدت ما حرف زدیم گفتیم که شرکت فلان داره این کارو میکنه، شرکت بهمان داره این کارو میکنه، باید بهشون اعتماد کرد. بنا رو بر این گذاشتن که ما نمیدونم بیسوادیم، نمیفهمیم، یا حالا هر چیزی که دوستان عادی ساز شهر داشتن انجام میدادن، خروجیش به این شد که اون زیرساخت وجود داره، الان باید این برنامه اجرا بشه. برنامه هم خود در واقع این طرح داره تعریف میکنه دیگه. آقای سالمی فرد در خدمتتون هستیم، اگر صحبتی دارید بفرمایید. یه نکته، خب ماجرای این بود که احراز هویت بشن کاربران، که خب اینو میشه با وی پی ان به هر حال به هر نحوی دور زد. اما مسئله دوم که نکته دوم مهمه این طرح که به نظرم باعث میشه این طرح فشل بشه اینه که یا خوب کار نکنه و در نهایت کنار گذاشته بشه اینه که اینها میگن که شرکت های خارجی باید یه مجوز هایی بگیرن. اون مجوز ها احتمالاً حضور CDN اینها در داخل کشوره. CDN یه سرور واسطه یا میانجی هست بین منی که دارم مثلا فرض کنید از اینستاگرام استفاده میکنم یا فرض کنید دارم گفتگوی تصویری واتساپ دارم انجام میدم با سرور اصلی، که مثلا سرور اصلی فرض کنید اگه که تو ایرانه سرور اصلی توی آمریکاست. توجه بفرمایید که برای اینکه اطلاعات مبادله بشه باید این اطلاعات بره به مثلا مدار جیوسینکروترون در 36000 کیلومتری این طرف کره زمین منتقل بشه به یه ماهواره دیگه، بعد اون بعد بیاد وارد آمریکا بشه، بعد بیاد تو سرور تحلیل بشه، دوباره برگرده بره فرض کنید من دارم در تهران صحبت میکنم با چت تصویر میکنم با یه کسی در دبی مثلا و بره این مسیر رو برگرده. این مسیر فقط وقتی با سرعت نور طی میشه تقریبا نیم ثانیه طول میکشه و حالا فرض کنید که کلی مانع دیگه جدی
فیزیکال هم سر راه هست که عملا ممکنه که لیتنسی یا تاخیر در صحبت من رو تبدیل بکنه به 2 ثانیه 3 ثانیه. حالا من میام به عنوان شرکت اینستاگرام یا مثلا واتساپ برای اینکه خدمات بهتری ارائه بدم، میام وسط راه یه چیزی میسازم به اسم CDN که اطلاعات من میره تو اون CDN، مثلا در ابوظبی میسازم، اطلاعات من که در تهران نشستم میره تو ابوظبی، از ابوظبی میره دبی. اون CDN خودش هر چند دقیقه یک بار با سرور مرکزی که مثلا در ایالات متحده هست سینک میشه. به این ترتیب من سرعت رو همچنان حفظ کردم. حالا جمهوری اسلامی میخواد که CDN ها برایش ارتباطات توسط شرکت‌های خارجی داخل ایران بیاد. این تجربه رو با تلگرام داشتن، مذاکراتی که توی پاییز 96 انجام شد و در نهایت مورد توافق اون آقای پالدروف قرار نگرفت و ایشون هم کشید بیرون و تلگرام هم توی ایران فیلتر شد. به نظر میرسه از اون اتفاقاتی که 2 سال پیش افتاد، این به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به این سرورها بک دور میخواد. یعنی حتی شما اگه با وی پی ان هم دور بزنید و بخواید مثلا اطلاع رسانی بکنید، این میخواد دسترسی داشته باشه، از پشت بتونه به سرورها در حقیقت نفوذ داشته باشه که اگه کسی ناشناخته دسترسی پیدا کرد به ابزارهای ارتباطی، از اون طرف بتونه پیگیریش بکنه. قاعدتاً چنین چیزی مورد موافقت فیسبوک و گوگل و اینها قرار نمیگیره و اصلا طبعا برای اونا شوخیه که وارد این نگوشیت بشن. بنابراین این سرور، این در حقیقت سرویس ها باید طبق این طرح بعد از این فورجه که بهشون داده میشه فیلتر بشن دیگه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینید گزارش دیجیکالا رو اگه دیده باشین در مورد سایز ای کامرس در ایران صحبت میکنه و حجمش در اقتصاد، و ما میدونیم که 3 تا رقیب توی ایران هستن توی ای کامرس. سایزش کوچیکه، در حد شاید مثلا زیر 10%، 5-6% باشه، ولی 3 رقیب اصلی که هر کدوم تقریبا 1/3 بازار رو دارن، 1/3 دیجیکالا، 1/3 دیواره، 1/3 اسمال بیزینس هایی هستن که عمدتا روی اینستاگرام و همینطور تا حدودی تلگرام و یا سایر پلتفرم ها دارن فروش انجام میدن. این حجم از اقتصاد، حالا اگه ما بگیم 5-6% اقتصاد ایران هم باشه، با توجه به جی دی پی مثلا 400 میلیون دلاری، عدد بالایی میشه. عددی هلوهش در حقیقت یه چیزی هلوهش 20 میلیارد دلار کلش میشه، و اگه بگیم سهم اون چیزی که داره توی این پلتفرم ها داره جابجا میشه از اوردر 5-6 میلیارد دلار هست، اصلا چیز گزافی نگفتیم، به نظر منطقی میرسه. شما با حجم عظیمی از مردمی مواجه هستید که این حجم از اقتصاد رو به نسبت اقتصاد ایران دارن روی این پلتفرم ها مبادله میکنن و به قول معروف نون روزشون رو دارن در میارن. این کار یعنی تعطیل کردن این پلتفرم ها، و ما میدونیم که تجربه های قبلی از موتور سرچ ایرانی، پیام رسان ایرانی و غیره و ذالک، به هر حال به دلیل نمیخوام بگم که به دلیل ایرانی بودن فشل بودن، چون ما مهندسانی داریم در سیلیکون ولی که دارن در همین معادل های اروپایی و آمریکایی و اینها دارن کار میکنن و خیلی هم خوب دارن کار میکنن. به هر دلیلی ما تجربه هایی که داخلی که داشتیم، غیر از تجربه آپارات که اونم به هر حال رانت یوتیوب از یک طرف و رواج پیدا نکردن سرویس های ویدیویی پیش از اینکه آپارات شکل بگیره، به هر دلیلی باعث شده که آپارات سرویس موفقی باشه، سایر سرویس هم خیلی حالا موفق نبودن. بنابراین میشه گفتش که این شکست میخوره و شما با این توده های عظیم مردم و این حجم مهم از اقتصاد مواجه هستید که جمهوری اسلامی به نظرم میترسه از این که نارضایتی عمومی در این سطح رو ایجاد بکنه. بنابراین این بندهای اصلی این طرح فشل میمونه و در حقیقت اجرایی نمیشه. آقای رونقی، در این مورد صحبتی دارید؟ بله، من میدونم که نیروهایی رو دارن تربیت میکنن و اتفاقا یکی از مهمترین معضلات همینه که چرا خارج از ایران ما نمیتونیم این افراد رو کنترل کنیم، چرا این آدمهایی که توی این سطح از سرکوب و سانسور دخیل هستن به راحتی میان توی سیلیکون ولی، میان توی دانشگاه، میان تو اروپا، رفت آمد دارن اونجا، میان خودشون رو بروزرسانی میکنن، اطلاعات میگیرن، تجهیزات میگیرن، بعد میان داخل ایران اون تبره رو میزنن روی گردن ما و گردن ما رو در واقع میزنن. یه نقد جدی از سر این که چرا این افراد به این راحتی میتونن بیان اون و آموزش ببینن و همون آموزشی که قراره
در راستای خدمت به بشریت باشه رو در راستای سرکوب به بشر استفاده میکنن. و اینکه خب چرا دولت برآمده از اصلاحات موفق‌تر عمل کرد، به این دلیل که خب دولت برآمده از اصلاحات کسانی رو داره همون سیلیکون ولی و جای دیگه که همین شکل سرکوبی که توسعه اینترنت داره اتفاق میفته رو اونجا رنگ کنن و به جای اسم یه چیز دیگه عنوان کنن، به عنوان پیشرفت غالب کنن به جهان. نمیگن که توی ایران این طرحی که داره اجرا میشه به خاطر اینه که میخوان اینترنت رو به روی مردم ببندن. اونا میان میگن که جوانان ایرانی موفق شدن، شکوفا شدن، فلان شدن و با همین رنگ غالب میکنن به دنیا. دنیا هم اون حساسیتی که وسط این موضوع داشته باشن رو دیگه نداره. یعنی براش دیگه موضوعیتی نداره و فکر میکنه که بله واقعا همینه. مثلا یکی اومده گفته که اینترنت تحریم اینترنت منجر به قطعی اون شده. آره واقعا همینه دیگه، یعنی تحریم اینترنت منجر یه دیگه کس دیگه ای نبوده که بره بگه که بابا اینجوری نیست، یعنی این اتفاق نیفتاده. حداقل اصولگراها چنین چیزی ندارن، یعنی چنین کسایی که این سطح سرکوب و سانسور رو رنگ کنن رو ندارن. و این یه نکته مهمیه که فکر کنم که این همه اینها، یعنی این دوستانی که به اصلاحات یا حالا ما بهشون لغوی میگیم عادی سازان شر سر این جریان دارن هرس میخورن، اینه که از این به بعد نمیتونن اینو رنگ کنن. یعنی هیچ جوره قابل رنگ شدن نیست. شما وقتی به سرکوب، به سانسور رنگ قانون میدی، اونجا دیگه نمیتونی اینو رنگ کنی بگی که آقا این پیشرفته. نه، الان سرکوب مثل حجار اجباری بر خودش قانون ایجاد شده، سرکوب توزیع اینترنت، و انکار این خیلی کار سختی. آقای رونقی، در مورد همین طرح مواردی هستش که دوستان سوال میکنن که آیا بحث فیلترینگ یا بحث مسدود شدنه، چون یه دو تا تقریبا مقوله جدا هستن. برای مثال الان توی تلگرام ما مثلا تماس صوتی کاربرای داخل ایران نمیتونن، تقریبا مسدود هست، حتی با فیلتر شکن هم نمیتونن این کارو انجام بدن. میشه در این مورد بیشتر توضیح بدید یا بیشتر شفاف سازی کنید؟ ممنون میشم. مرسی. من معتقدم که اصلا بحث فیلترینگ بحث کلن بلا موضوعه، چون فیلترینگ امر شکست خورده است. اگر فیلترینگ جواب میداد خب طبعا دنبال طرح سیانت و این مسدودسازی و اینا نبودن دیگه. همین حضور ایرانی ها تو کلاب هاوس، همین حضور ایرانی ها تو توییتر، همین حضور ایرانی ها تو تلگرام و امثال اینها نشون میده که اصلا بحث فیلترینگ یه بحث شکست خورده است کاملا. و چیزی که خب ما همون سال 88 هم به حساب فکرم در جریان نوشته بودیم اینه که نه فیلترینگ، نه کاهش سرعت، نه امثال این حرکت ها مطلقا هیچ کدوم نمیتونه در واقع جلوی گردش آزاد اطلاعات رو بگیره. حاکمیت در واقع نظر ما اون سال بود، حاکمیت در نهایت کاری که باید بکنه اینه که اینترنت رو با این وضعیت قطع کنه. اتفاقی که دیگه جزئی سال 88 افتاد و به صورت کلیترش تو 98 افتاد دیگه. چیزی که ما الان باش مواجهیم مثلا بحث فیلترینگ نیست، چون یه سری از دوستانی که نقد میکنن میگن که شما چرا شرکتی مثل صاحب پرداز یا مثل امن افزارگستر شریف رو اسم نمیبرید، و این شرکت ها عمدتا توی فیلترینگ بودن و هستن، هیچ وقت هم ادعا نداشتن. ولی زیر ساخت در واقع مسدودسازی یا محدودسازی اینترنت رو فراهم نکردن. تفاوت این شرکت با شرکت هایی که توی حوزه محدودسازی و مسدودسازی بوده اینه دیگه. یعنی الان میخوان تشخیص بدن که از این به بعد مثلا یک شهروند عادی، یعنی در درجه بندی میشه شهروند، شهروند درجه یک به این سطح از اینترنت دسترسی داشته باشه، شهروند درجه دو به این سطح از اینترنت دسترسی داشته باشه. حالا این درجه ها هم بر اساس نزدیکی شما به حکومت تعیین میشه، یعنی چقدر حاکمیت به شما اعتماد داره که این دسترسی به اینترنت رو به شما بده. به خاطر همینه میگم من معتقدم که اساسا بحث فیلترینگ بحث منسوخ شده است دیگه، یعنی ما با یه چیز خیلی جدیدتری مواجهیم. به این صورت که در حقیقت یک کاربر عادی به هیچ عنوان دسترسی نخواهد داشت با اینترنت فعلی که حالا هستش. من چیزی که ما تجربهش رو داشتیم آبان 98 دیگه. ببینید اگه اینترنت قطع بشه، وقتی ما از دسترسی به اینترنت آزاد صحبت میکنیم، دسترسی متخصصی نیست، دسترسی مردم عادیه، دسترسی کسایی که ما تو خیابون داریم میبینیمشون.
این افراد مطلقا نمیتونن دسترسی داشته باشن، چیزی که توی آبان 98 مشاهدهش بودیم، یعنی نه توان این رو دارن که بتونن تجهیزات نمیدونم اینترنت ماهواره‌ای رو خریداری کنن، نه تخصص این رو دارن که راه‌های دور زدن همین مثلا بحث اینترنت ملی به اینترنت جهانی رو بلد باشن. اونجا مطلقاً هیچ مطلقاً چیزی که ما تا الان بهش رسیدیم اینه که هیچ راهی وجود نداره، یعنی یک محدودیت و مسئولیت کامله اگر قرار باشه چیزی تجربه مثل تجربه آبان 98 باشه. آقای تبریزی یک سوالم کاربرا داشتم از شما، این که حالا تنها راهی که گویا حالا هستش فقط اینترنت ماهواره‌ای استارلینک هستش، سوال اینه که میپرسن آیا واقعا اینترنت ماهواره‌ای نیاز به ثبت شرکتی در داخل ایران داره؟ یعنی بدون ثبت یا بدون نماینده چنین سرویسی رو نمیده؟ این سوالی بود که پرسیده بودم، ممنون میشم توضیح. بله ببینید، اینترنت ماهواره‌ای به شرکتی در خود ایران یا یک کشور دیگه، این حتی این مشکلی که بود که گاهای زمینی باید جاهای مختلف توی قاره‌های مختلف نصب می‌شد و که بتونه اطلاعات بین اینترنت و این ماهواره‌ها رو رد و بدل بکنه، اون مشکل هم با نسل جدید ماهواره‌هایی که استارلینک فرستاد بالا که با لیزر به هم دیگه لینک هستن، یعنی با لیزر اینا میتونن اطلاعاتو با هم رد و بدل کنن، لزوم ایجاد ایستگاه‌های زمینی هم دیگه در حقیقت منتفیه، یعنی اینکه ایستگاه زمینی وجود نداره که شما مستقیم با خود ماهواره در تماس. حالا این از لحاظ قانونی ایران و با همین طرح صیانت و گفتگوها چجوری میخوان بین المللی مثلا این کاری بکنن که فرض کنید استارلینک روی ایران امواج نفرسته، یا اصلا یه جورایی حلاز تکنیکی مثل این که مثلا بگیم به تلویزیون مثلا اینجا امواج نفرست یا مشترک، چون این میتونه قشنگ یه جوری باشه که شما فرض کنید کارتای پریپید دارین که روش شماره است و فقط به این آنتن احتیاج دارین دیگه، آنتن رو میذارین و وصل میشین به یکی از این ماهواره ها و شمارتون رو وارد میکنین و اشتراک دارین، حالا چه پریپید چه با اشتراک یا با هر چیزی میتونی از اینترنت استفاده بکنی. به همین خاطر من فکر نمی کنم که چیز، حالا میگم قوانین ایران حالا چی کار میخواد بکنه در مقابلش، این خودش یه رانت جدید هم میتونه باشه. اگه تو اخبار ایران بعضی موقع نگاه بکنی میبینی که من همین چند روز پیش دیدم که نوشته بود ایرنا و ایسنا و اینا نوشته بودن که 3 ماه دیگه اینترنت ماهواره‌ای در ایران و اینجور چیزا، یعنی خودش این میتونه واقعا یه رانت باشه برای فروش این دستگاه ها چیزات که یه پولی بیاد توی زه. اینم میتونه یکی از که اتفاق خواهد افتاد مطمئنا، اینجور رانت ها مثلا رانت های فیلتر فروشی و اینجور فیلتر شکن فروشی و اینا خب مسلما تجربه شو داشتیم و اینم فکر میکنم خبر خوب در خبر بد ممکن اینم هست که خود سیستم اینجور چیزها رو این تجهیزات رو در اختیار بذاره با قیمت‌های گزاف. آقای سوالی می‌فرمایید، شما در این مورد صحبتی دارید در مورد استارلینک و همین سوالی که دوستمون پرسیدن؟ بله من یه نکته بگم حالا در مورد استارلینک، این که مسئله دسترسی به همون در حقیقت دیش و ریسیور و این هاست، ولی الان یه نکته تو ذهن من اومد که خب نگران کننده است و اون این که به هر حال وقتی که اون زیر ساخت چینی که حالا فاصله داریم باشه شاید مثلا 2-3 سال دیگه بیاد، اون هم باز ابزاری میشه برای اینکه اون شبکه چینی داخلی که تحت کنترل چین هست از لحاظ سخت افزاری هم دسترسی بهش به ایران راحت میشه و این که ایران ممکنه بیفته پشت یک دیوار آهنین یک پارچه‌ای که همونطور که در دوره جنگ سرد یک دیوار آهنین یک پارچه‌ای داشتیم که پشت در حقیقت پشتش مردم دچار مشکل بودن، این ممکنه که فضایی بشه و از جنس در حقیقت قرن 21 اینجا شکل بگیره. این یه نگرانی هست، یعنی تجهیزات دریافت اینترنت ماهواره چینی در ایران فروخته بشه به طور رسمی، که خب ما میدونیم یکی از سری از تیم تکنولوژی های سانسوری که در ایران داره پیاده میشه تکنولوژی هایی که
به هر حال مختص شبکه ایران هست و به خوبی و کیفیت مثلا اون چیزهایی که دولت چین استفاده میکنه برای سانسور نیستش و این امکان رو به وجود میاره. البته این صحبت تئوریک روی کاغذ هست و باید احتیاج به تحقیقات بیشتری داره تا ببینیم که این زیرساختی که اینها برای در حقیقت اینترنت ماهوارشون میخوان بسازن چیه، ولی به هر حال اینکه تحت کنترل و یک پارچه در میاره تا حدودی نگران کننده هست. ممنون آقای رونقی. در مورد چین هم یک اشاره کرده بودید که آیا چین هم به این مسئله کمک کرده به خصوص در مورد اینترنت ملی؟ من بالا اون مطلب که شما میگید بر اساس این سند همکاری 25 ساله ایران و چین بود و که تو بخشی از اون در واقع زمینه نوشته شده که زمینه در زمینه فناوری و ارتباطات تو توسعه و تقویت شبکه زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی که همون در واقع زیر شبکه ملی اطلاعات یا همون به صورت عامیانه که بهش اینترنت ملی گفته میشه نام میبره تو اون سنده و اشارمون به همون بود. چون بعدن هم خود آقای جهرومی، آذری جهرومی بهش اشاره میکنه و هم یکی از در واقع مسئولایی که تو حوزه آیتی هست اون اشاره میکنه و هم اگر درست یادم مونده باشه آقای جوکار که میگه که تو این قضیه باید از در واقع تجربه چین هم استفاده کنیم. اون نهایت چیزی که حکومت از این قضیه میخواد در اصطلاحی که ما به کار میبریم برای این قضیه اینه که اینترنت ایران رو الگوش چینه، یعنی میخوان چینی سازی کنن، یه چنین چیزی رو براش باید به کار برد. حالا اینکه چقدر میتونن موفق باشن، اینکه چقدر زیرساختشو دارن، اینکه چقدر اصلا میشه چنین چیزی براشون، این یه بحث جداییه. ولی در نهایت اون ایدئالی که براشون وجود داره همون چینی سازی اینترنته که در واقع از چینه. و آقا جواد هم موضوع مهمی که گفتن، خب طبعا ما 10 سال پیش 15 سال پیش شاید مثلا خیلی آدم ها کمتر بودن نسبت به وضعیت موجود که مثلا حساس باشن این که مثلا اطرافشون چی میگذره، آدم ها اعدام میشن، آدم ها ممکنه زندان بیفتن، آدم ها ممکنه اینترنتشون قطع بشه. ولی خب به مرور وقتی که زیست همه درگیر یه خطر جدی شد، یه نمیدونم توی یه دوره‌ای مثلا یا کسی تو به اومد به سیب زمینی گرون شدن سیب زمینی اعتراض کرد، یه کسی اومد به مثلا قطعی اینترنت اعتراض کرد، کسی اومد به این که مثلا چرا واکسن نزدید اعتراض کرد، زیست همه تو خطر افتاد. و این که خب زیست همگان وقتی تو خطر میفته خب طبعاً همه یه کنش جمعی نشون میدن. من فکر کنم که این به مرور به اینجا رسیده، ولی خب همونجوری که آقای جواد گفت که نیاز به اینه که حساسیت‌ها بیشتر باشه، چون چیزی که ما باش روبرویم نه تنها زیست همگانی ما ایرانی‌ها رو تو خطر قرار میده، طبعاً حتی اگر خود اروپا و آمریکا به این قضیه بی توجه باشن دیر نیست اون روزی که حتی زیست همگانی توی خود اروپا و آمریکا به واسطه این چیزی که توی ایران جاریه به خطر بیفته. و خیلی نکته مهمی بود که آقا جواد بهش اشاره کرد. در مورد همین وضعیت که در مورد چینی سازی اینترنت ایران توضیح داری، یعنی واقعا الان چین هم به این حالت مشابه رو داره که مثلا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یا توییتر رو میخوان تا این حد بخواد حالا فیلترینگ در بخواد مسدود بکنه یا مسدود کرده، یا میخواد اگه در این مورد بیشتر توضیح بدید خیلی ممنون میشه. من فکر کنم آقای تبریزی اگر توضیح بده بیشتر، ولی چیزی که حداقل من توی این قضیه اساس اون اطلاعاتی که داریم اینه که خب اینترنت به صورت اون چیزی که حداقل ما هم الان باهاش مواجهیم توی چین نیست، یعنی خیلی از مواردی که توی چین هست بومی سازی شده. حتی خود چیزی که چند وقت پیش منتشر شده بود، خیلی از شرکت ها مثل حتی گوگل و فیسبوک هم تن دادن به خواسته در واقع حکومت چین که سیاست های اونا رو اعمال کنن توی محدودیت هایی که وجود داره. ولی آیا اینکه مثلا فیسبوک یا گوگل یا شرکت این چینی یه چنین خواسته های حکومت ایران هم تن بده، اینم یه موضوع دیگه است که بعید میدونم، چون حکومت ما یه توهمی خیلی بزرگ پنداری داره، یعنی فکر می‌کنه که در مثلا حتی حکومت چینه، ولی چنین چیزی نیست. یعنی
بعید میدونم حتی برای گوگل و فیسبوک بودن خود ایران توی که در واقع یوزراش مهم باشه، همون جوری که مثلا با وجود اینکه ما یوزرهای تلگرام توی خود تلگرام ایرانی ها جز رتبه‌های خیلی بالا هم، ولی اصلا برای تلگرام مهم نیست که کاربرای ایرانی به چه شکلی مثلا کاراشون رو پیش میبره. یعنی محدودیت هایی که کاربرای ایرانی توی خود تلگرام دارن نسبت به بقیه جهان بیشتره. این بی اهمیت بودن ایران برای جامعه جهانی هم خودش یه مقوله جالبیه دیگه. ممنون آقای ساری مفر، شما بگوید در این مورد صحبتی داشتید، بفرمایید میشترین شما. بله بله خواهش می‌کنم. ضمن تایید حرفای آقای تبریزی و آقای رونقی، من فکر می‌کنم که چین سه تا، یعنی در حقیقت حزب کمونیست چین سه تا شانس داشت. یکی این که فونت ماندارین بود، یعنی در حقیقت قلمی که فقط در داخل مرزهای تحت حکومت اینها در حقیقت استفاده میشه و بیرون اون هم استفاده نمیشه، بنابراین تولید کننده محتوایی در داخل و خارج این کشور نبود. نکته دوم در حقیقت این هست که چین سانسورش رو در زمان خوبی شروع کرد، یعنی در همون ابتدایی که اینترنت داشت پا میگرفت و عمومی میشد. خوب که میگم منظورم خوب و بده به این معنی برای خودشون، به هر حال برای ما که ناراحت کننده است، در زمان مناسبی برای رسیدن به اهدافش این کار رو شروع کرد. در ایران هم این اتفاق بعضیش در زمانهای مناسبی برای جمهوری اسلامی افتاده، مثلا فیلتر شدن فیسبوک در دوره‌ای بود که اینترنت موبایل نبود و اینقدر وابستگی بیزینس و کسب و کارها به در حقیقت موبایل نبود و از همون ابتدا اصلا این شکل نگرفت. ولی اینستاگرام اینطوری نیست، اینستاگرام نفوذ عمیقی در حقیقت بدنه اجتماعی ایران داره و الان همونطوری که تلگرام نه با فیلتر شدنش خیلی جدی یوزرهاشو از دست داد و همین که اگر هم بتونن کاری بکنن خب ضربه شدید اقتصادی خواهند زد. و نکته سومی که چین داشت حجم عظیم کاربرش هست و این حجم عظیم کاربر به در حقیقت توسعه دهنده ها دیولاپرها این امکان رو میده که سرویس هایی رو که ابداع میکنن بتونن تو ابعاد بزرگ حالا تحت رانت اون حکومت چین لانچ بکنن و دستاوردهای فنی داشته باشن، مثلا توسعه هوش مصنوعی. علت اینکه پترن ریکاگنیشن در چین خیلی توسعه یافته تر هست، طوری که میبینیم که الان تیک تاک میاد و انقدر سریع رشد میکنه، یکی از دلایلش اینه که اون جامعه محدود در حقیقت وجود داره و تحت کنترل هست. چنین چیزی در ایران به هر حال جمعیت 80 میلیون، دسترسی ضریب نفوذ طوری که تقریبا 60 میلیون نفر دسترسی دارن به اینترنت و عدد کافی نیست برای اینکه شما یه سرویسی مثل گوگل یا اینستاگرام بتونی راه بندازی که بتونی اون در حقیقت مدل‌های هک رشد و چیزهای شبیه این رو برای ایران تو این وضعیت پیاده سازی بکنی. یک عرض کردم اون اتفاقی که برای آپارات افتاد، الان آپارات فکر میکنم سایت بین 40 تا 50 جهان طبق رنکینگ الکسا، اما علتش این بود که تا یوتیوب اومد یوتیوب در ایران فیلتر شد سال 2007، قبل از 88 یوتیوب فیلتر شد در ایران و در حقیقت نکته بعد اینه که توسعه دهندگان آپارات رانت حکومتی داشتن، حالا به دلایلی که ما میدونیم سر در حقیقت شبکه کلوب اتفاق افتاد و اطلاعات مردم در حقیقت اتفاقات 88 در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت، در اون زمان همین آقای آذری جهرومی اون پرونده رو پیگیری میکرد. بنابراین میخوام بگم که چین شانس داشته و این شانس الان جمهوری اسلامی نداره و برای همین این یکی از اون عواملی هست که ممکنه که این طرح شکست بخوره. ممنون از توضیحات شما. آقای عطری شما صحبتی دارید؟ اگه بفرمایید. بخشید. یه نکته رو می‌خواستم عرض کنم و یه سوال رو شاید من قبل از اینکه وارد جلسه بشم دوستان بهش اشاره کردن. یه سوال داشتم از همه پنلیست‌های عزیز، اینکه تا
تفاوت مشخص این طرحی که جمهوری اسلامی دنبالشه با اون طرحی که تو چین هست و کره شمالی داره؟ تشابه و تفاوتشون رو مشخصا می‌خواستم بدونم، احیانا دوستان دیگه. نکته دیگه در مورد عدم توجه شرکت‌های، دوستان اشاره کردن تلگرام و این رو میشه تامین داد به همه پلتفرم‌های جهانی. ببینید شما نگاه بکنید حجم بیزینسی که مثلا گوگل، اپل، نمیدونم فیسبوک اینا با چین دارن یه رقم خیلی باور نکردنیه، ولی حجم تبلیغات یا بیزینسی که اونا با ایران دارن با مفهوم جغرافیا ایران تقریبا صفره، فکر میکنم در حد صفره. بنابراین نه تنها اینها هیچ به خاطر وضعیتی که ایران داره، تحریم، محدودیت ها، چیزای دیگه، هیچ امکانه حتی اونجاهایی هم که تحریم هم نباشه به خاطر درد سرایی که داره اینا این کار رو نمی کنن. بنابراین این شرکت ها برایشون ایران مهم نیست، یعنی از منظر بیزینسی که برای اینکه هیچ درآمدی براشون نداره، هرچند که تو آینده ایران براشون بازار بکریه، میتونن وارد بشن به حال رقابت بکنن و این فرصت را برای این شرکت های زردی که تو اینها به حال حالا آپارات یک بخشی از اینا یکی از اون پروژه هاست و پروژه های دیگه که عموماً در اصل موفق نبودن، بسته شدن و در اصل یک محل درآمد بوده برای یک گروه های افراد خاص دو داخل جمهوری اسلامی. و نکته دیگه که میخواستم عرض کنم، ضرر کننده اصلی وضعیتی که تو ایران هست مردم هستن. شما تصور بکنید که وقتی که میگیم فیسبوک یا نمیدونم آمازون، این شرکت ها تو اون کشورها بیزینس دارن، یا Airbnb، متقابلا هم چندین و چند برابر اون شرکت ها مردم عادی از طریق این شرکت ها بیزینس میکنن، تجارت میکنن. یارو مثلا تو روستای نمیدونم دور افتاده سیستان بلوچستان یه کار دستی، یک صنایع دستی میتونه درست بکنه، بذاره تو آمازون بفروشه، یه پول زیادی نصیبش بشه. یا یک کسی تو خونش رو تو یک مرکز تفریحی بذاره تو Airbnb دلار در اصل درآمد داشته باشه. جمهوری اسلامی این سیستم تحریمش جدا از این فناور، این وسائل اطلاعات، اینها مردم رو در اصل با خون مردم رو تو شیشه کردن، هم دنبال خب سیاست‌های اون کنترل و سرکوبگرانش بوده و هم اینی که در داخل خودشون هم برای یه عده‌ای بیزینس درستی. ممنون آقای عطری. آقای رونقی شما می‌خواید توضیح بدید در این باره؟ والله آقای عطرکه خوب گفتم، من تا من امروز یه صحبتی رو میخوندم از یکی از این در واقع شخصیت های اینستاگرامی که مثلا یه 300-400 هزار تا فالوور داشت و تمام نگرانیش این بود که من اگر اینترنت قطع بشه جای دیگه نمیتونم فالوور جذب کنم و امیدوارم حداقل یه راهی باشه که من بتونم مثلا این فضا رو برای خودم حفظ کنم. خب این مشکل هم ما داریم، یعنی سطح دغدغه و آگاهی این قش در این حده که من فقط بتونم مثلا دسترسی به اینستاگرامی داشته باشم که مثلا 300 هزار تا فالوور دارم، اونجا عکسامو بذارم و بدون هیچ مشکلی در واقع زندگیمو بگذرونم. حالا چرا این مشکل؟ به این دلیل که خب وقتی که آبان 98 اینترنت قطع شد، ما با یه پدیده عجیب مواجه شدیم به اسم اینترنت رانتی. وکیل بود، خبرنگار بود، فعال سیاسی بود، از این اینترنت گرفته بودن برای اینکه سکوت کنن و حالا بعضی از این آدم هم این اینترنت رو گرفته بودن برای اینکه همراهی کنن با در واقع اون سیستم سرکوبی که تو انواع تهمت ها رو به معترضین می‌زدن. اینم یکی از پدیده‌هاییه که به نظرم نمیشه ساده از کنارش گذشت و اینکه اساساً این قش به چی فکر می‌کنم و چرا اساساً خیر عمومی رو، یعنی نفع جمعی رو همیشه نادیده می‌گیرن و خواست شخصی و نفع شخصی رو تو اولویت قرار میدن. فکر کنم یکی از مقوله‌هایی که باید بهش پرداختن بشه تو این قضیه وجود چنین افرادیه دیگه، چون به هر چیزی تم میدن تا اون خواسته خودشون رو که حداقل تو این مورد مثلا
اینترنت دسترسی پیدا کنن. ممنون آقای رونقی. آقای ساریم فر، شما چطور صحبتی دارید در این زمینه؟ در مورد مسئله چین، خب یه ماهیت، یه تفاوت‌های کلی وجود داره، یه شباهت‌های در حقیقت ساختاری وجود داره در تصمیم گیری ها و روش هایی که در چین اعمال شده. ما می‌بینیم که بدنه در حقیقت کسایی که توی قانونگذاری هستن یا در حقیقت کمتر آدم‌های فنی هستن، خیلی مسائل و اتفاقاتی که در چین میفته رو مثال میزنن و خیلی تمایل دارن که شبیه مدل چین پیاده بشه و اینترنت از ابتدا جدا بیفته. ما مدل‌های دیگه هم داریم، مثلا خب کشوری مثل ترکیه و اینها هستن که البته نه به معنای سانسور، به معنای در حقیقت رستریکشن محتوا برای مثلا بخش‌های مثلا به خصوص برای کودکان، اینترنت های در اختیار قرار میدن که با هر حال با خواست خود خریدار، یعنی اینطوری نیست که چیز بشه، خریدار میره برای مثلا پسرش دخترش که زیر سن قانونی هستن اینترنتی رو میگیره که مثلا وصل باشه به یوتیوب کید و چیزای شبیه این و در حقیقت به سایت هایی که مخصوصا غیر اخلاقی هستن دسترسی نداشته باشه. این شهروند درجه یک و درجه دو که گفتن یه نگاهش این شکلی هست، ولی در حقیقت نگاه کلی شبیه ساختار چین به این معنی هست که همه سرویس ها ما کلون بکنیم در داخل ایران و شبیه در حقیقت سرویس های داخل ایران، سرویس های بخش جهانی، اون خدمات کم و بیش بتونیم ارائه بدیم. این همونطور که تو قسمت قبلی عرایزم خدمتون گفتم، اون شانس ها رو نداره. یکی به دلیل همون مسئله حجم در حقیقت کم یا رقبت عمومی یا همون مسئله اقتصادی که گفته شد که سایز بازار کوچیک برای توسعه دهندگان، و یک دلیل دیگه هم خب همون تعداد خود توسعه دهنده ها هستن. یعنی چین یک کاری که کرد از تقریبا 10-15 سال پیش شروع کرد به جذب، بازجذب در حقیقت افرادی که برای آموزش و دوره های آکادمیک و دوره های پی‌اچ‌دی اینا رفته بودن به ایالات متحده و یک موج برعکس مهاجرت ایجاد کرد. و خب چین هم نواحی داره که از لحاظ شاخص های رفاهی و دسترسی در سطح قابل توجهی نسبت به دنیا هستن، هرچند در اونها مسائل سیاسی و در حقیقت هر چیزی که مربوط به اقتصاد نباشه ممنوعه، مثل هنگ کنگ خب قبل از اعتراضات یا نواحی در شانگهای و نزدیک پکن، و جاذبه های زندگی و رفاه برای این افراد درست کرد و اینها برگشتن در چین و توسعه دادن اون زیر ساختار رو. ولی جمهوری اسلامی شما توجه بکنید که از تأمین برق و آب و نیازهای اولیه رفاهی و واکسن برای حتی همین افرادی که بگیم که تا حدودی ممکنه که آموزش دیده باشن در سیلیکون ولی یا جاهای شبیه این، ولی سرسپرده ای مثلا، حتی سرسپرده هم نباشن، به هر دلیلی ترغیب بشن که بیان داخل کشور چنین در حقیقت چیزهایی رو توسعه بدن، حتی از تامین این هم عاجزه. خانم نازی اگر شما سوالی دارید میتونید مایکتون رو روشن کنید. با سلام، صدای من میاد؟ بله صدای شما رو دارید. بله، من یک پیشنهاد دارم، حتی نمیدونم مثلا این قانونی هم چیزی هست، و راستش بخواید خیلی هم دوست ندارم این حرف رو بزنم، ولی به نظر من باید ماها یک کاری بکنیم که یه مقدار ایجاد هزینه کنیم برای کسایی که دارن برای مردم ایران محدودیت ایجاد میکنن. خیلی از این آدما شاید اصلا دنبال روی اون ایده ها و ایدئولوژی رژیم حاکم نباشن، ولی با کار تکنیکیشون دارن کمک میکنن به کره شمالی شدن، چینی شدن ایران. و به نظر من یه کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که برای این افراد این هزینه رو بالا ببریم. خیلی از این افرادی که من لااقل دیدم چهره هاشون رو توی شرکت ابراوران، یک ویدیویی هستش که آقای یا خانم جوکر نژاد گذاشته توی یوتیوب که چهره این آدم ها رو نشون میده، هیچ کدومشون نه چادر سرشونه نه ریش دارن، یعنی اصلا اون چهره های ایدئولوژی نیستن که توی حکومت ایران هست.
من مطمئنم اینا این کاری که میکنن و خفه میکنن صدای مردم ایرانو و باعث این محدودیت ها توی ایران میشن. فردا اگه مشکلی پر بخوره همشون مهاجرت میگیرن میان کانادا، آمریکا، استرالیا. اگر قانونی هست که بشه اسم اینها رو وارد کردنش و به عنوان کسانی که مانع آزادی دسترسی افراد انسان‌ها به اطلاعات آزاد شدن و مانع آزادی بیان شدن و در نهایت اینا ببینن که خودشون در معرض خطر هستن، خودشون دارن باید هزینه بدن، نمیشه همینجور کارهای ضد آزادی بیان انجام بدن و بعد بیان این طرف، بیان به خارج از کشور و از همه مواهب استفاده بکنن، به نظر من این میتونه باعث بشه که لااقل افرادی که تو این ایدئولوژی نیستن دست از همکاری با حکومت‌های این چنینی دست بردارن. آقای تبریزی کنیم، اگر در مورد صحبت‌های امروز میخواید یک جنبندی کلی بفرمایید در خدمتتون هست. بله، من فقط کوتاه عرض کنم که خب ما دنبال منطق میخوایم بگردیم توی یک چیزی که واقعا منطقی وجود نداره توش، که مثلا الان میگه آدم آب نیست، برق نیست، حالا یهو این طرح از کجا اومد، مشکل واکسن هست، مشکل 1100 مشکل دیگه وجود داره و مردم در حقیقت در یک وضعیت پر التهاب دارن زندگی میکنن و این دیگه از کجا میاد. خب ما هیچ وقت نتونستیم یک دلیل منطقی برای این کارها چند سال اخیر پیدا کنیم، ولی چیزی که مسلمه به نظر شخص من اینه که نه مردم ما فرهنگشون مثل مردم کره شمالیه یا چینی بار آورده شدن و نه قابلیت در حقیقت جمهوری اسلامی که از لحاظ تکنیکی و از لحاظ فناوری به هیچ وجه به پای چین اصلا نمیستن، یه شوخیه و از لحاظ حالا استبداد و با زیر شلاق آوردن کره شمالی هم که فرهنگ مردم ما اینجوری نیست. اگر چین این کار رو کرد، چین آدماشو بار آورده و یواش یواش هم دارن همون آدما دارن حداقل بهتر میشه وضعیت زندگیشون، صنعت چینی داره رشد میکنه حداقل. منتها چیزی که ما تو ایران شاهدش بودیم با این اقدامات فقط تخریب بوده و تخریب زیر ساخت ها و تا به این حد رسیده که حالا باید دیگه صدای مردم خاموش بشه و امیدوارم که ما به جایی برسیم که واقعا عکس العمل نشون بدیم به وضعیتی که میتونه واقعا حالا هات بشه برای هر شهروندی توی کشور ایران، که یه جوری هات بشه که از لحاظ موجودیت به خطر بیفته. آقای رونقی بفرمایید، در خدمتتون هست. من معتقدم کمچان که باید حکومت رو سر فیلترینگ، سر محدودیت، سر محدودیتی که بوده و قرار اتفاق بیفته پاسخگو کنیم. در واقع کسانی که خب درگیر اجرای این پروژن رو هم ما باید پاسخگو کنیم. یعنی من اصلا نگاه این شکلی ندارم که خیلی از این دوستان معتقدن که این افراد متخصصن، این افراد آدم‌های سیاسی نیستن و به شکلی بحث مأمور بودن و معذور بودن رو پیش میکشن و اتفاقا این مسئولیت این افراد رو بیشتر میکنن، چون این آدم ها با شرایط کنونی آگاهانه انتخاب کردن که توی جریان گردش آزاد اطلاعات اختلال ایجاد کنن و به شکلی مانع گردش جریان آزاد اطلاعات باشن. و حتی من چون نوشتم همون نوشته رو بازگو، من معتقدم این افراد الان باید به عنوان نقض کننده حقوق بشر باید شناخته بشن، حتی اسمشون باید تو لیست ناقضان حقوق بشر باشه، همون جوری که مثلا رئیس پلیس تهران، نمیدونم نماینده مجلس یا رده‌های بالای حکومت توی لیست تحریم‌ها هستن، جزء ناقضان حقوق بشر هستن. این افراد هم دارن همین کارو میکنن. هیچ کسی که اینترنت رو با آگاهی و آمدانه داره اینجوری سلاخی میکنه، داره برای مسدود کردن و محدود کردنش تلاش میکنه، با کسی که توی خیابون دهن مردم رو با گلوله و تفنگ میبنده هیچ تفاوتی نداره. تفاوتشون فقط اینجاست، اون تفنگ دستشه، این آدم
جلوی دستش کامپیوتره. تفاوتش اینجاست که اون بسیجی ممکنه ریش داشته باشه، اینها شکل جدیدی به خودشون گرفتن. یعنی چیزی که آقا مهدی گفت، یعنی اینجا یه نقضی هم بکنم، یعنی ساختار همون سیلیکون ولی، نمیدونم این که این آدم های آزادی های فراتر از جامعه رو داشته باشن هم دارن، یعنی بهشون اجازه داده میشه توی محیط کار خیلی آزاد بگردن، بی‌حجاب بگردن، کراواتی بگردن و امثال اینها، ولی در ازاش خدماتی رو به حاکمیت میدن که منجر به این خواهد شد که در واقع هم آزادی بیان نقض بشه، هم اینترنت آزاد محدود بشه. و امیدوارم که توصیه خیلی از این دوستانی که تو حوزه آی‌تی هستن رو گوش کنن و از این کاری که توش درگیر هستن خودشون رو حداقل بکشن کنار. این آقای سالم فرمیشتم، این شما رو بفهم. خواهش میکنم. من به برای جنبندی به سوال اصلی روم برگردم که خامنه‌ای از طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به دنبال چیست. در مورد در حقیقت حجم اقتصادی عظیمی که افراد ضرر میکنن در مورد این و اینکه ابعاد فنی قضیه ممکنه که طوری باشه که عملا اون بخشی که سرویس های خارجی رو محدود میکنه ممکنه که ناکارآمد باشه، عرض کردم. اما یه بخشی از این طرح اشاره داره به اینکه اون جایی که گیت و دروازه هایی که به هر حال اینترنت ترافیک بین الملل داره در با ایران تعامل پیدا میکنه تحت کنترل نهادهای نظامی باشه. به این بخش تر هم باید توجه بکنیم. اینجا ما میدونیم که اتفاقاتی افتاده، حالا به دلایلی که تقریبا حال دولت روحانی به خصوص در دور دوم در سال 96 مهمترین ابزاری که در داشت که منجر به پیروزیش در انتخابات در مقابل رئیسی شد تلگرام بود و بعد از اون با در حقیقت تعامل سختی که بین این دو گروه بود به هر حال تلگرام فیلتر شد. اینستاگرام چند بار خواستن قوه قضاییه فیلتر بکنن و نتونستن. ریشه بعضی از این عدم توانایی ها در این بود که شورای عالی فضای مجازی، همونطوری از اسمش پیداست، به هر حال شورای عالی وزیر نظر نهاد ریاست جمهوری. درسته که الان حاکمیت یک دست شده، خب رئیسی خیلی بیشتر از روحانی ممکنه که نزدیک باشه به منویات خامنه ای، ولی به هر حال حاکمیت تمامیت خواه میخواد تمام در حقیقت فضای مجازی رو به طور کامل تحت کنترل خودش در بیاره. برای این به دنبال راه انداختن نهادی بسیار قدرتمندتر و فراتر از شورای عالی فضای مجازی هست که به شدت تحت کنترل نیروهای نظامی باشه و این وجه این قانون طرح صیانت به نظرم برای خامنه‌ای مهمتره که هر وقت که خواست بتونه از در حقیقت ابزارهای کنترلیش برای سرکوب اعتراضات یا هر نوع در حقیقت شکل‌گیری فعالیت مدنی در فضای مجازی جلوگیری بکنه. به طور خاص به نظرم جواب سوال روم اون نهاد بالادستی هست که اینها به دنبالش هستن که با تشکیل در حقیقت با حضور سی نهاد مختلف در حقیقت این نهاد رو تشکیل بدن که بالا دست دولت و وزارت مخابرات بتونه کنترل رو مستقیما دست خامنه‌ای یا بیت رهبری بده. خیلی ممنون از همگی. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.